اتحاد استراتژیک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بایدن اولین رئیس جمهوری آمریکا بدون برنامه‌ای برای صلح با فلسطینیان، نبردی سنگین درون حزب محافظه‌کار بریتانیا، از روی استیصال پوتین از زندان سرباز می‌گیره، کوبا یک سال پس از اعتراض‌های بی سابقه، اینها بیشتر همه در روزنامه‌های جهان. سلام. اسرائیل میزبان جو بایدن، او تا جمعه در آنجا باقی خواهد ماند و بعد راهی عربستان سعودی خواهد شد. روزنامه‌های امروز اسرائیل پوشش گسترده به این سفر دادند، از زوایای مختلف اهمیت و دستاوردهای احتمالی را تجزیه و تحلیل کردند، به خصوص که تنوع دیدگاه در روزنامه‌های اسرائیل همیشه بسیار زیاده. با اینکه کاخ سفید اهداف متعددی برای سفر خاورمیانه برشمرده، اما موضوع ایران مثل همیشه برجسته است. جروسالم پست بالای عکسی از آمادگی برای پذیرایی از جو بایدن تیت زده: در این دیدار اسرائیل و آمریکا یک اتحاد استراتژیک اعلام خواهند کرد. به نوشته روزنامه، آقای بایدن وعده خواهد داد که امنیت اسرائیل را تضمین می‌کند. این بیانیه مشترک با یائیر لاپید نخست وزیر فردا اعلام خواهد شد و در اون هر دو کشور خواهند گفت از همه توان استفاده خواهند کرد تا ایران هیچگاه دستش به سلاح هسته‌ای نرسه. زیر این گزارش جروسالم پست دو مقاله داره درباره سفر جو بایدن. در سمت چپ یک نظرخواهی تازه رو با یک نظرخواهی 3 سال پیش مقایسه کرده که از اسرائیلی‌ها پرسیده چه کسی بهتر جهان را مدیریت می‌کنه. آن زمان 3 سال پیش 70% به دونالد ترامپ اعتماد داشتند، اما الان 60% اسرائیلی‌ها این اعتماد رو به جو بایدن دارند. و در سمت راست هم مقاله جروسالم پست با عنوان ملاقات یک رئیس جمهوری که از نظر سیاسی ضعیفه با نخست وزیر موقت، میگه نمیشه انتظار زیادی از این سفر داشت، چون یائیر لاپید همین حالا هم در نظرسنجی ها از بنیامین نتانیاهو عقب افتاده و جو بایدن هم به دلیل مخالفت های کنگره نمیتونه سیاست های داخلیش رو پیش ببره. دیگر روزنامه اسرائیل هارتس هم در صفحه اول به همین اتحاد استراتژیک با آمریکا پرداخته و میگه مقام های اسرائیلی حساب زیادی روی این بیانیه باز کردن و میگن این در آینده یک نقشه راه خواهد بود. اما هارس در بخش سردبیر از سفر جو بایدن استفاده کرده تا نگاه انتقادی به سیاست اسرائیل در قبال فلسطینیان بندازه، با تیتر آنچه بایدن باید بدونه. به نوشته روزنامه، آنچه در این سفر به جو بایدن گفته نخواهد شد اینه که چگونه یهودیان افراطی آرام آرام زمین‌های بیشتری رو از فلسطینیان در کرانه باختری غصب می‌کنند، روندی که سال‌هاست ادامه داشته. در گوشه‌ای از کرانه باختری سر و کله یک چادر با یک خانواده یهودی و چند گوسفند پیدا میشه که در زمین‌های فلسطینی چرا می‌کنند. یهودیان که معمولاً مسلح هم هستند، فلسطینیان رو می‌ترسونند و حیوانات اونها رو فراری میدند. هارتس میگه آنچه به بایدن گفته نمیشه اینه که وقتی فلسطینیان از خودشون دفاع می‌کنند، سربازان اسرائیلی وارد معرکه میشند و از مهاجمان یهودی دفاع و گاهیان فلسطینیان رو بازداشت می‌کنند. روزنامه از یک نهاد اسرائیلی نقل کرده که مقدار زمین‌هایی که از این طریق تصرف شده از شهرکای یهودی نشین در کرانه باختری بیشتره. در همین صفحه هارتس مقاله داره به عنوان یک مهمان آمریکایی به شهر میاد. به نوشته مقاله، جو بایدن اولین رئیس جمهوری آمریکاست که به اسرائیل سفر میکنه بدون اینکه هیچ برنامه مشخصی برای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان داشته باشه و میگه انتظار میره ضمن ابراز حمایت همیشگی از حق فلسطینیان برای کشور مستقل و تخصیص کمک های مالی از اونها بخواد تا از پیمان ابراهیم حمایت کنند. مقاله هارتس نتیجه گیری میکنه جو بایدن صلح بین اسرائیل و عرب رو امکان پذیر میدونه، اما چقدر عجیب که چنین چیزی بین اسرائیل و فلسطینیان رو نه. اینجا در بریتانیا درون حزب محافظه‌کار رقابت شدید و تنگاتنگی در جریانه، گاهی میشه گفت حتی بیرحمانه، برای تعیین رهبر آینده حزب، البته نخست وزیر کشور، چون نخست وزیر تا 2.5 سال دیگه میتونه زمامداری کنه تا انتخابات سراسری بعدی.
فعلا رای گیری بین نمایندگان حزب در پارلمان ادامه داره و فردی که پیشتازه ریشی سوناک، وزیر پیشین دارایی که کارزار انتخاباتش رو رسما راه اندازی کرد. دیلی تلگراف بالای عکس او عنوانش هست سوناک میگه اگر انتخاب بشم اقتصاد رو مثل تاچر اداره خواهم کرد، اشاره به مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین که بسیاری درون حزب محافظه‌کار از او به خوبی یاد میکنند. رقیب اصلی او فعلا لیستراسه که طیف راست حزب محافظه‌کار و هواداران بوریس جانسون نخست وزیر پشت او هستند. ریشی سوناک که به دلیل وضعیت مالیاتی همسرش مورد انتقاد زیادی قرار گرفته بود، گفته خواهان بازگرداندن اعتماد به عرصه عمومیه. So that is my plan. بنابراین برنامه من اینه: مهار تورم، رشد اقتصاد و کاهش مالیات. این یک رهیافت دراز مدت که برای خانواده ها و کسب و کارها در سراسر بریتانیا منافع دراز مدت در بر داره. من آماده ام که در راه خدمت به ملتم برای احیای اعتماد و بازسازی اقتصاد و برای اتحاد دوباره کشورمون هر چه دارم تقدیم کنم. برگردیم به دیلی تلگراف. پایین صفحش روزنامه تیت زده پوتین برای تقویت ارتشش به استفاده از زندانیان و محرومان روی آورده. به نوشته یه مقاله، شمار سربازان روس که در جنگ اوکراین کشته شدند به قدر زیاده که کرملین مجبور شده از درون زندانها و مناطق محروم روسیه سربازگیری کنه. مقاله میگه ولادیمیر پوتین میتونه با اعلام بسیج عمومی نیرو به خدمت بگیره، اما از اونجا که جنگ رو یک عملیات ویژه توصیف کرده، مطمئن نیست اعتماد مردمش رو به همراه داشته باشه. در همین حال رئیس جمهوری اوکراین از عزم راسخ نیروهای خودش میگه: اشغالگران از پیش دارن به خوبی حس میکنن که توپخانه مدرن یعنی چه. اونها در هیچ جایی از کشور ما فضای امن نخواهند داشت. سربازان روسی جدن از نیروهای مسلح ما وحشت دارن و ما به واسطه رصد و شنود مکالماتشون این مطلب رو میدونیم. اوکراین توان دفاع از خودش رو خواهد داشت. اوکراین توان بازسازی خودش را خواهد داشت. یک سال پیش بود که کوبایی‌ها در اعتراض به شرایط سخت معیشت و نبود آزادی‌های اساسی علیه حکومت به خیابان رفتند. در این یک سال چه گذشت؟ واشنگتن پست نوشته یک سال پس از اعتراضات کوبا با موج خروج از کشور روبروست. اعتراضات یک سال پیش در این کشور کمونیستی بی سابقه بود، تا اونجا که انتظار می‌رفت نقطه عطفی در تاریخ معاصر باشه. ممکنه نقطه عطفی بوده باشه، اما نه برای آنچه که انتظار می‌رفت. میگل دیاز کانل رئیس جمهوری آمریکا رو مسبب این اعتراضات دانست و مشت آهنین در همون ابتدا نشان داد. ما از تمام انقلابیون کشور، از تمام کمونیست ها میخواییم بریزن توی خیابون ها جایی که این تحریکات اتفاق میفته. در روزهای بعد از اعتراض ها ماموران به خانه و محل کار معترضان رفتند. صدها نفر دستگیر شدند. هنوز عده‌ای با اتهامات مثل برهم زدن نظم عمومی، توهین به دولت و ایجاد فتنه هنوز در زندانند. اعضای خانواده ها از کار بیکار شدند. اینترنت خانه هاشون مدام قطع میشه. در محل زندگی و کار اذیت میشن. بعضی هم به ویژه در آستانه مناسبت های ملی در حصر خانگی قرار میگیرند. بنوشته روزنامه بر سر دوراهی مهاجرت و زندان بسیاری مهاجرت رو گزینه برتر میدونند. بعضی دیگر هم مثل گذشته به دلایل سیاسی و اقتصادی راه فرار رو انتخاب میکنند. روزنامه از فعالان نقل کرده که ممکنه دولت کوبا در این نبرد پیروز شده باشه، اما به چه قیمتی؟ دولتی که یک نسل از جوانان تحصیل کرده و با استعداد رو برای دنبال کردن آرزوهاشون به خارج میفرسته. مجله آمریکا کوارترلی در مقاله نوشته یک سال پس از خیزش کوبا پس لرزه ها ادامه داره. مقاله روند مهاجرت امروز رو با دهه 80 میلادی مقایسه کرده که بزرگترین موج مهاجرت در تاریخ کوبا رو رقم زد. به نوشته مجله، فقر، کاهش استانداردهای زندگی، سرکوب مخالفان و عدم امید به اصلاحات بیداد میکنه و نتیجهش سوق دادن کوبایی های بیشتری به تبعید خودخواسته است.